سلام، فصل 3-4 کتاب رو امروز ادامه میدیم. این فصل، این بخش در واقع همونطور که گفتیم درباره ارتباط عملگر دیورژانس و انتگرال تصادفی هست. تا اینجای کار شاید سوال باشه براتون که مفهوم اون عملگر دیورژانس چی هست؟ چون ما شهود نسبتا خوبی از عملگر مشتق یا همون دی داریم، داره دی در واقع وابستگی اون متغیر تصادفی به حرکت دورانی در هر لحظه رو نشون میده، ولی شاید هنوز شهودی نسبت به عملگر دیورژانس نداریم و در این بخش میخوایم در واقع یه شهودی هم نسبت به عملگر دیورژانس پیدا کنیم. خب با هم بخونیم. اینجا این نوتیشن فیلتریشن آتابی رو تعریف میکنه که این به نوعی اطلاعات فرایند حرکت برانی ما از زمان آ تا زمان بی هست. برای اینکه به این معنا بدیم، در واقع به این صورت عمل میکنیم، اینکریمنت ها یا نمو های فرایند رو از زمان آ تا اس بذار همه اس های تو بازه آ و ب در نظر میگیریم، سیگما میدان تولید شده توسط این متغیرها رو اسمشو میذاریم اف براکت آ و ب. دقت کنید که مثلا یکی از ویژگی های این سیگما فیلد این هست که نسبت به سیگما فیلد اف آ مستقله. به دلیل چی؟ به دلیل در واقع خاصیت نموهای مستقل. در واقع این F براکت A و B مستقل از F A است. چرا؟ چون F A و B سیگما میدان تولید شده توسط همه بی اسمن های بی آ هاست، در حالی که این سیگما میدان تولید شده توسط همه بی تی ها برای تی کمتر از آ هست. این تی های کمتر مساوی آ هست و این چیه؟ این برای اس های بزرگتر مساوی آ و اینا از هم در واقع مستقلن به دلیل خاصیت نموهای مستقل حرکت برانی. حالا اینجا یه لم داریم که میگه اگر یک متغیر تصادفی داشته باشیم توی فضای سوبولف دی 1 و 2 باشه. یادآوری کنیم دی 1 و 2 چی بود؟ دی 1 و 2 متغیرهای تصادفی بود که مشتق ملیوان براشون تعریف شده بود و مشتق ملیوانشون در L2 بود، یعنی امید تواندوش انتگرالش متناهی بود. پس F یه متغیر تصادفی توی فضای سوبولف D1 و 2 علاوه بر اون تو L2 اومگا و F A و B و P هم هست. کلن این فضا تنها نکتهش اینه که تو F A و B، یعنی یه متغیر تصادفی داریم که فقط به اطلاعات در بازه آ و ب بستگی داره، یعنی فقط تابعی از نموهای حرکت برانی از آ تا بیه. خب میگه در این صورت مشتق ملیوانش در زمانهای خارج از بازه آ و بی صفره. خب این گزاره جالبی از نظر مفهومی، یعنی تایید کننده اون شهودیه که ما نسبت به در واقع مشتق ملیوان داریم. در واقع DTF قرار نشون دهنده حساسیت F نسبت به BT باشه. وقتی D اصلا تی خارج از بازه آبی باشه و با توجه که متغیر تصادفی ما نسبت به F آبی اندازه‌پذیره، پس هیچ وابستگی نسبت به BT در واقع نداره. اما حالا اثبات فرمال این لم به چه صورت هست؟ مثل همه اثبات‌های دیگه آنالیز تصادفی، اول برای متغیرهای سیمپل و بعد حد می‌گیریم. برای متغیرهای سیمپل اینجا ادعا کرده که این ساده است، یعنی اگر متغیر تصادفی شما یک متغیر سیمپل باشه و نسبت به F A و B اندازه پذیر باشه، گفته که این ویژگی ساده است. چرا ساده است؟ یادآوری کنیم S چی بود؟ S در واقع اگه یه Fی توی متغیرهای سیمپل بود، معناش این بود که یه تابع متناهی بود، یه تابع متناهی متغیره، چند متغیره در واقع متناهی متغیره از حرکت برانی بود. یعنی میشد مثلا یک تابع F از
نمادی که استفاده میکردیم این بود دیگه، BH1 تا BHN، که این در واقع BHI ها انتگرال های توابع ما نسبت به حرکت برانی بودن. خب اینا از صفر تا بی نهایت، صفر تا بی نهایت همه چیز تعریف شده بود. خب وقتی اف ما همچین متغیر تصادفی باشه، داره میگه که و حالا فرض کنید که این عضو اف آوبی هم باشه، یعنی نسبت این، فرض ما این هست که این نسبت به سیگما میدان اف آوبی اندازه پذیر هست. خب معنی این حرف اینه که پس نموهای حرکت برانی تو بازه آبی هیچ تأثیر رو مقدار F نداره. پس باید چه اتفاق بیفته؟ پس باید همه HI ها روی بازه آبی چی باشن؟ صفر باشن. البته almost everywhere، تقریبا همه جا. چون اگر ناصف باشن و وقت حرکت برانی، مقدار حرکت برانی تو بازه آب تاثیر میذاره روی این انتگرال ها، و اینم به تبع روی تابع اف در واقع تاثیر میذاره. خب وقتی همه اچ های روی آب صفر باشن، حالا بگیم دی تی اف چی بود؟ دی تی اف طبق تعریف میشد سیگمای روند اف به روند مؤلف آیومش ضرب در اچ آی در واقع تی. این بود دیگه تعریف مشتق ملیوان. اشتباه ننوشته باشیم، اینو چک کنیم. بله درسته. و در نتیجه به ازای تی های تو بازه آ و بی، این مساوی با صفر میشه. وقتی تی ببخشید من اینجا یه اشتباهی کردم، عذر میخوام. بله وقتی ما میگیم که این متغیر تصادفی توی سیگما میدان بازه آبیه، یعنی اتفاقا فقط به نموهای تو بازه آبی بستگی داره، یعنی به نموهای خارج از آبی اصلا بستگی نداره. پس اینجا در غروب مکمل بازه آبی باید صفر باشه. بنابراین این حرفی که اینجا داریم هم اینم باید برای همه تیهای خارج از بازه آبی در واقع صفر باشه، و بنابراین ادعا برای توابع سیمپل ثابت میشه. و دیگه مشابها در حالت کلی، چون شما هر متغیر تصادفی تو فاز سوبولف رو میتونید تقریب بزنید با متغیرهای سیمپل، دیگه ادامه استدلال یه حدگیری ساده است. خب فضیه پایین، بله این قضیه در واقع به ما میگه که دلتا عملگر دیورجانس، ببینید عملگر دیورجانس از تا حالا به چه درد ما خورد. عملگر دیورجانس عمدتا تو اثبات های مربوط به توسعه عملگر مشتق ملیوان به درد ما خورده تا اینجا. هنوز ویژگی مفهومی خاصی در مورد خود عملگر دلتا نداشتیم. این قضیه خیلی قضیه جالبیه، به خاطر اینکه ما میگه عملگر دلتا که تعریف نسبتاً عجیب و غریبی شاید داشت از اول، و فقط ما میدونستیم که الحاقی دی هست، مشتق ملیوان هست، این در واقع این عملگر همون انتگرال ای توه، ولی نه برای همه فرایندها. دقت کنید که عملگر دلتا رو همه فرایندهای L2 تعریف شده، یعنی رو همه فرایندهای توی در واقع فضای سوبولف فرایندی، خب که این شامل مثلا همه فرایندهای سیمپل بدون شرطی از نوع ادپتد بودن و سازگار بودن، در حالی که انتگرال ایتو که توی آنالیز تصادفی ما یاد گرفتیم فقط برای فرایندهای ادپتد قابل تعریفه. بنابراین دلتا اکستنشنی از عملگر ایتوه به فرایندهای غیر ادپتد، ولی برای فرایندهای ادپتد در واقع این قضیه میگه که همون انتگرال ایتو. البته اینجا به جای ادپتد بودن
یه خانواده خاصتری رو گرفته که توی قسمت توی فصل یک و دو ما تعریفش رو دیدیم، فرایندهای پروگرسیولی میجرابل، اندازه پذیر پیش رونده مثلا میشه گفت، که اینا فرایندهایی هستن که چیزی یه ذره قوی تر از ادپتد یا سازگار بودنه. یعنی اینکه یوتی به عنوان یک در واقع تابع دو متغیره از تی و اومگا اندازه پذیر باشه نسبت به سیگما میدان تا لحظه تی در واقع. حالا تعریف دقیقش رو میتونید برید تو فصل 1 و 2 اونجا دوباره نگاه کنید، ولی به هر حال اینجا این فرض لازمه برای اینکه اصلا انتگرال ایتو تعریف شده باشه. برای این قضیه به زبان ساده داره میگه که چیزایی که انتگرال ایتو دارن، انتگرال ایتوشون میشه همون دلتاشون، یعنی عملگر دیورژانس روی چیزایی که انتگرال ایتو دارن همون انتگرال ایتو هستش نسبت به حرکت براونی. خب دوباره از توی اثبات از فرنده سیمپل شروع میکنه. فرنده سیمپل یادآوری کنیم، فرنده سیمپل فرنده بودن که پله‌ای بودن دیگه، یه فرنده پله‌ای داشتیم. اینجا چون فرض کردیم یو پروگرسیولی میجرابل هست، وقتی به شکل یک فرنده سیمپل تقریبش میزنیم، این فی جی ها میتونیم فرض کنیم نسبت به سیگما میدان تی جی اندازه پذیرن، برای فی جی ها اف تی جی اندازه پذیرن. خود فی جی ها رو هم حالا میتونیم متغیرهای سیمپل در نظر بگیریم، یعنی خود فی جی ها رو هم تقریب بزنیم با متغیرهای سیمپل، بنابراین به نوعی در واقع دو تا تقریب اینجا داریم ما میزنیم. حالا دلتا یو رو حساب کنیم ببینیم چی میشه. دلتا یو اینجا در واقع از کدوم تعریف دلتا داریم استفاده میکنیم؟ بکنم این احتمالاً همون تعریف بریم از نه از 3.5 داره استفاده میکنه. خب بریم 3.5 رو یادآوری کنیم. بله دلتا اف یو مساوی هست با اف دلتا یو منهای دی اف و یو. بله خب اینو بنویسیم اینجا که داشته باشیم. دلتا اف یو برابر هست با اف دلتا یو منهای دی اف و یو. بله خب کجا بودیم؟ اینجا بود. خب ما میخواییم از این فرایند دلتا بگیریم. اولا به دلیل خطی بودن دلتا، دلتا یو خب میشه سیگما دلتا اینها. بعد وقتی بخواییم از اینها دلتا بگیریم چی میشه؟ بله اینجا میتونیم از اون فرمول دلتا اف یو استفاده کنیم. این در واقع اف ما، این هم میشه یو ما. پس در واقع دلتا یو رو که میخواییم حساب بکنیم داریم میگیم که میشه سیگما دلتا فی جی در تابع مشخصه تی جی و تی جی به علاوه یک. درسته؟ حالا اینجا از فرمول 3.5 استفاده میکنیم، اینو میگیریم افمون، بنابراین این مساوی میشه با سیگما فی جی دلتا یک تی جی و تی جی به علاوه یک منهای حالا این براکت که بین DFEJ و این تابع مشخصه میشه، میشه منهای سیگما براکت DFEJ و یک TJ و TJ به علاوه یک. خب حالا ببینیم هر کدوم از این دو جمله چی میشن. اولا دلتا یک تابع مشخصه چی میشه؟ تا مشخصه بازه. خب فکر کنم اینجا بعد بریم از تعریف، اولا میدونیم باید این بشه، ولی حالا بریم از تعریف خود عملگر دلتا شروع بکنیم. بله
اینجا داره میگه که اگر یو فرایند سیمپلی باشه به این شکل، دلتاش به این شکل تعریف میشه، اف جی ضرب در انتگرال اون منهای یه همچین عبارتی. خب پس دلتا یه دونه تابع مشخصه این خودش در واقع اچ، یه اچ بیشتر نداره، افش هم باید یک بذاریم که اچش هم خود تابع مشخص است. بنابراین این اف وقتی یک میذاریم، خب این دی دیگه صفر میشه، این صفر میشه، بنابراین این چیزی نیست جز همون اف جی بی اچ جی که بی بازه در واقع میشه بی تابع مشخصه، و یعنی در واقع میشه انتگرال تابع مشخصه از صفر تا بی نهایت نسبت به حرکت براونی، که خب این چیزی نیست جز بی تی جی به علاوه یک منهای بی تی جی. بنابراین پس این در واقع به دست اومد، پس این میشه سیگمای فی جی در بی تی جی به علاوه یک منهای بی تی جی منهای، حالا این قسمت بگیم چی میشه. ببینید کلن براکت یک دو براکت دو تا فرایند چی میشد؟ بود انتگرال از صفر تا بی نهایت حاصل ضربشون. وقتی شما یه فرایندی رو ضرب در تا مشخص تی جی تا تی جی براک بکنید، خب میشه انتگرال روی این بازه از اون دی اف بی جی دیگه. خب حالا ببینیم اینجا این رو به چه شکل می نویسه. بله دیگه دقیقا به این شکل می نویسن، انتگرال تی جی تا تی جی برابر که دی تی فی جی و حالا خود انتگرال تی دی تی فی جی رو چی کار میکنه؟ آها آها بله اینجا خوش گفته. نکته اینه که ما فرض کردیم فی جی اف تی جی میجرابل هست، وقتی اف تی جی میجرابل باشه طبق همون لم قضیه قبل مشتقش نسبت به چیزهای بعد از فی جی صفره. بنابراین خب پس اینو این شکلی مینویسیم، من های سیگما انتگرال از تی جی تا تی جی به علاوه یک دی تی فی جی دی تی. خب بذارید تی های بزرگتر از در واقع تی جی، ما میدونیم این صفره، بنابراین این حذف میشه و در نتیجه در واقع همین عبارت باقی میمونه، فی جی در بی تی جی به علاوه یک منهای بی تی جی، که این چیه؟ این در واقع انتگرال تصادفی همون فرایند یو ما که فرایند پله ای بود نسبت به حرکت براونی، درسته؟ خب از این محاسبه چه در واقع نکته میتونیم برداشت کنیم؟ در واقع نکته که میتونیم برداشت کنیم اینه که تو فرمول دلتا، اصلا تو همون تعریف اصلی دلتا، این ترم دوم بود یکم عجیب غریب بود. اون ترم دوم وقتی که فرایند ادپتد باشه در واقع صفر میشه، اون ترم دوم یه جوری در واقع غیر ادپتد بودن فرایند رو داره لحاظ میکنه. خیلی خوب، پس و دوباره باید با یک فرایند حدگیری با استفاده از متغیرهای سیمپل این اتحاد رو برای همه فرایندهای توی فاز سوبولفت میتونیم اثبات کنیم. بله اینجا اشاره کرده که اسکور خود یک انتگرال تصادفی تعریف کرده با روش دیگه غیر از استفاده از حسابان ملیوان در 1975. خب اونم انتگرال تصادفی معروفی از اسکور خود اینتگرال بهش میگن، و اینجا ادعا کرده که برای
یوهای ادپتد که خب دلتا یو همون ایتو اینتگرال هست. برای سایر یوها دلتا مثل اسکرو خود اینتگرال میشه. اسکرو خود اینتگرال هم خودش یک اکستنشنی از ایتو اینتگرال بوده و بعدها که مشتق ملیوان و حساب ملیوان در اومده، در واقع مردم متوجه شدن که این دلتا یو در واقع همون اسکرو خود اینتگرال هست. خب اینجا چی میگه؟ میگه اگر در واقع یو و وی سازگار باشن، اون وقت برای اسای کمتر از تی دی تی وی اس مساوی صفر هست. بله درسته، یعنی شما وی اس یه متغیر تصادفیه، میتونید ازش مشتق ملیوان بگیرین در زمان تی. یعنی چی؟ یعنی اینکه ببینید این وی اس وابستگیش به حرکت براونی به مقدار بی تی در واقع چقدره. واقعا چون وی اس ادپتده اصلا به بی تی که در آینده است هیچ ربطی نداره و این مشتق ملیوان در واقع صفر میشه. و دی اس یو تی هم مساوی صفر. چرا؟ برای اسای بزرگتر از تی داره میگه که خب اینم هم همونه دیگه، اینم که همونه. دی اس یو تی هم در واقع اس بیشتر از تی باشه دوباره با همون استدلال صفره. بنابراین ویژگی سه سه منجر به ایزومتری ایتو میشه. بله دیگه، ویژگی سه سه اگه یادتون باشه همین بود که امید دلتا یو دلتا وی میشد در واقع امید انتگرال یو تی وی تی به علاوه یه ترمی که دی تی وی اس و دی اس یو تی و اینا داشت. خب الان اون دوتا صفر شدن، بنابراین این فقط باقی میمونه که این همون با توجه که میدونیم برای ادپتد ها دلتا یو دلتا وی انتگرال ایتو هستن، این میشه دقیقا همون ایزومتری ایتو. و اینجا چی داریم؟ اگر یو در واقع فرآیند ادپتدی باشه در فاز سوبولف، اون وقت دی تی انتگرال میشه یو تی. آها بله بله بله، اینجا در واقع از رابطه 3-4 استفاده میکنه. نگاه کنید رابطه 3-4 رو. رابطه 3-4 اینجا بود که میگه دی دلتا در واقع چی میشه؟ دی تی دلتا میشه دلتا دی تی یو به علاوه براکت، حالا اگه اینجا تی بذاریم باید به جای بازه تا مشخصه بازه صفر رو تی بذاریم، یعنی میشه انتگرال یو از در واقع ببین اینجا رابطه 3-4 در رابطه 3-4 همین کتاب. اگر قرار دهیم h مساوی بازه تا مشخصه بازه صفر و t، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته dh تبدیل میشه به dt. بنابراین این مساوی میشه با دلتا دی تی یو به علاوه اچ و یو، که اینجا اچ و یو در واقع میشه انتگرال صفر تا تی یو اس دی اس در واقع. خب حالا از این رابطه ما داریم اینجا در واقع استفاده میکنیم. ببینیم چی میگه. وقتی یو ادپتد باشه دی تی دلتا یو، این دلتا یو میشه همون انتگرال تصادفیمون دیگه، میشه انتگرال یو اس دی بی اس. درسته؟ پس دی تی انتگرال یو اس دی بی اس داره میگه که یه یو تی به ما میده. چرا یه یو تی به ما میده؟ چون اگه شما از
دی تی یو دلتا بگیرین، خب این چرا باید یو تی بده؟ از تی تا بی نهایت. ببینید این چرا در واقع احتمالا از صفر تا بی نهایت بوده، که چون به ازای اسای کمتر از تی این صفر هست دیگه، اون قسمتش صفر شده و شده از تی تا بی نهایت. این یو تی از کجا باید بیاد؟ یک بار دیگه رابطه سه چهار نگاه کنیم. دلتا دی اچ یو درست، اون جمله باید از این انتگرال بیاد. در واقع این انتگرال میشه چی؟ این میشه از این طرف چپ که این شو دی تی انتگرال یو اس دی وی اس، این چی میشه؟ چون یو ادپتد هست، دی تی یو هم خب یه فرآیند ادپتدی میشه، بنابراین اینجا احتمالا اینجوری داره میگه، میگه که این چون ادپتد میشه پس این میشه انتگرال تصادفی دی تی یو اس دی تی یو اس. البته خیلی خوب فکر کنم این درست باشه، دی بی اس در واقع این چون ادپتده پس دلتاش همون انتگرال تصادفیش هست، درسته؟ این در واقع به این شکل بنویسیم از صفر تا بی نهایت. و علاوه اینو چیکار کرده؟ اینو شاید ما اشتباه نوشتیم، در واقع براکت H و U اینجا، خب نه دیگه، وقتی ما H رو گرفتیم تا مشخصه باز صفر و تی، این میشه انتگرال USDS. ببینیم اینجا چی گفته، چرا اینجا شده UT. شاید اینجا، شاید در واقع این، شاید این دلتا هم مساوی با این. اصلا ما این دلتا رو چجوری حساب میکنیم برای محاسبه این دلتا؟ اصلا این دلتا یعنی چی؟ اول اینو فکر کنیم. ببینید یو یک فراینده، وقتی میگیم دی تی یو یعنی چی؟ دی تی باید روی متغیر تصادفی باشه، شاید یعنی برای هر اس بیام دی تی یو اس رو حساب بکنیم، یعنی شاید. و اگه این کار رو بکنیم خب دی تی یو اس خودش یک متغیر تصادفی میشه، پس اون وقت دلتاش یعنی چی؟ خب یه لحظه توی رابطه 3 4 با هم ببینیم مفهوم این رابطه چی هستن. سمت چپ اینجا وقتی نماد دی اچ میذاره، یعنی شما دی اون رو به عنوان فرایند بگیری و ضرب داخلی بکنی در تابع اچ. آها خیلی خوب، نه اینو پس بله مقدار اینو من درست اینجا ننوشتم، این عبارت سمت چپ هم این نمیشه، پس اینو ما از اول بنویسیم. رابطه 3 4 داره میگه که چیکار بکنید شما. آه
رابطه 3-4 در واقع میگه که شما از دلتای یو که یک متغیر تصادفی هست، از این دی بگیرید و ضرب کنید در اچ، بنابراین دی دلتای یو ضرب داخلیش در اچ، یعنی انتگرال این ضرب در اچ. این سمت چپمون هست، سمت راستمون چی هست؟ دی اچ یو خودش یعنی چی؟ یعنی شما از یو دی بگیرید و ضرب داخلی کنید در اچ، دی یو ضرب داخلی کنید در اچ، این متغیر تصادفی میشه، بعد از این دلتا بگیرید. خب این اون وقت بعد به علاوه چی بشه؟ به علاوه اینکه حالا خود یو ضرب داخلی بشه در اچ دیگه، در واقع رابطه 3-4 داره اینو میگه. حالا اگه ما بخوایم سمت چپ رابطمون بشه، در واقع اینجا بودیم دیگه، این رابطه بودیم. اگه بخوایم سمت چپ رابطه همون شه دی دی تی انتگرال صفر تا بی نهایت یو اس دی بی اس، برای عدد ابتدا این همون دلتا یو هست. خب همون دلتا یو، این اون وقت شده دی تی این و این بله به نظرم میاد که آره در واقع دلتا دی یو و اچ، این رو ما باید بفهمیم که چجوری چه بلایی سرش آورده. خب یه لحظه ویدیو رو شما هم میتونید پاز کنید و به این فکر کنید، من هم فکر میکنم تا به نتیجه برسید. خب من فکر میکنم یک راه بهتری برای بیان این پیدا کردم. در واقع از رابطه 3-4 به نظر من بهتره اول یه همچین رابطه ای رو ما ثابت کنیم که خودش مستقلا رابطه خیلی مفیدی به نظر میاد. من تا من گشتم توی رابطی که تا اینجای کتاب داشتیم نبوده، حالا نمیدونم چرا، ولی راه به دست آوردن این رابطه خیلی ساده است. رابطه 3-4 میاد برای تابع اچ یه رابطه مشابه این رو بر حسب دی اچ بیان میکنه. در واقع رابطه 3-4 اینه دیگه، دی اچ دلتا یو مساوی هست با، در واقع من این رو هم پاک کنم چون دیگه نیاز نداریم، اینجا رابطه 3-4 رو بنویسیم، بله دلتا دی اچ یو به علاوه اچ و یو. خب انگار همه چیز ضرب داخلی شده در تابع دلخواه اچ، و چون این رابطه برای هر اچی برقراره، بنابراین عیناً برای هر تی باید برقرار باشه. منتها فقط یکم دقت میخواد که مفهوم این دلتا دی اچ یو چیه، که مفهوم درستش به این صورت هست. تو اثبات رابطه 3-4 بریم متوجه میشید. اینجا شما یو یک فراینده، پارامتر تی شو فیکس کنید، من دات میذارم، یعنی اینکه این وابسته است به این پارامتر تی. برای هر ثابت مثلا تی شما میتونید یو تی رو با عنوان متغیر تصادفی نگاه کنید و ازش دی بگیرید. خب و اون دی رو اون وقت ضرب داخلی کنید در اچ، بشه دی اچ یو دات. حالا این داته همچنان اینجا هست دیگه، با تغییر این داته شما یه فرایند دارین، پس این موجود همچنان یه فراینده و در نتیجه میتونید ازش دلتا بگیرید. مفهوم اون رابطه به این صورته. و حالا نکته اینه که چرا ما از این چطور به این میرسیم. اولا اینو باز بکنید، به این شکل بنویسیم. حالا دلتا دیو و اچ باید بگیم که یعنی چی دیگه. خب این دیو و اچ گفتیم یعنی چی، یعنی شما دی تی یو دات رو در نظر بگیرید، این رو ضرب در
اچ کنید، ضرب در اچ تی کنید و انتگرال بگیرین دی تی. این میشه فرایندتون. حالا از این میخواین دلتا بگیرین. نکتهش اینه که انتگرال نسبت به اچ تی، چون اچ تی یک تابع دترمینیستیک هست، این مثل یک ترکیب خطیه با ضرب ثابته، و چون دلتا یک عملگر خطیه، این دلتا با انتگرال نسبت به دی تی، یعنی با انتگرال ریمان جا به جا میشه. بنابراین میتونین اینو به این شکل بنویسین: انتگرال دلتا دی تی یو دات ضرب در اچ تی دی تی. پس این ترم به این شکل هم میاد. این ترم هم که خب میشه انتگرال یو تی اچ تی دی تی. این ترم هم که خب به طور طبیعی میشه در واقع انتگرال دی تی دلتا یو اچ تی دی تی. حالا از برابر قرار دادن دو طرف دقت کنید، چون رابطه برای هر اچ تی برقراره، ما میتونیم این اچ تی رو حذف بکنیم. تساوی باید بدون انتگرال و بدون اچ تی هم برقرار باشه. پس این رابطه رو ما بهش میرسیم که به نظر رابطه جالبی میاد. حالا اون ادعایی که در واقع ما توش گیر کرده بودیم از همین به راحتی نتیجه میشه. برگردیم صفحه 71. بله اینجا بودیم. در واقع همین رابطه‌ای که الان به دست آوردیم، ما اگر شما برای یوهای پروگرسیولی میجربل یا ادپتد در واقع به کار ببرین، ما میدونیم که دلتا یو همون انتگرال تصادفی میشه. پس این داره در واقع میده دی تی انتگرال یو که همین عبارته. این چی میشه؟ دلتا، حالا دی تی یو هم خودش دوباره ادپتد میشه، بنابراین این هم دلتا دی تی یو هم تبدیل میشه دوباره انتگرال دی تی یو. منتها دقت کنید این به عنوان تابعی از این داته یک فراینده، یعنی میشه انتگرال دی تی یو اس دی بی اس. بنابراین یه همچی داره انتگرال دی تی یو اس دی بی اس از صفر تا بی نهایت. و فقط کافیه دقت کنید که چون یو ادپتد هست، برای تی بزرگتر از اس دی تی یو اس صفره، بنابراین این انتگرال از تی تا بی نهایت میشه. که مفهوم جالبی میتونه داشته باشه این رابطه اگه اینجوری بهش فکر بکنیم. ببینید، ما گفتیم ما یه متغیر تصادفی داریم انتگرال یو اس دی وی اس. قرار بود مشتق ملیوان چی رو بسنجه؟ اینکه این عبارت، این متغیر تصادفی، حساسیتش نسبت به یه بی تی خاص چقدر، نسبت به مقدار فرآیند حرکت دورانی در دقیقاً لحظه تی چقدر هست. خب به نظر میاد پس اگه اینطور باشه، این وابستگی باید باشه یو تی دیگه، چون این یو تی ضرب در دی بی تیه. خب در حالی که چون یو تی، اگر یو تی دترمینیستیک بود، مثلا یه اچ تی بود، این حرف درست بود. این اصلا طبق تعریف مشتق ملیوان دی تیه، این میشد همون اچ تی. ولی چون یو تی خودش تصادفیه، یک ترم دیگه هم میاد تو کار که اون ترمه داره اینو میسنجه که یو اس های بعدی، یو اس های از زمان تی به بعد خودشون چقدر به نمو به در لحظه تی وابستن. در واقع تا زمان تی که هیچ کدوم به بی تی وابسته نیستن، اما از تی به بعد همه یو اس ها به بی تی وابستن. پس وقتی شما میخواین از این مشتق بگیرین، چون یه جور حاصل ضرب دیگه، انگار بار از این مشتق میگیرین که خب تو تی میشه یک، یو تی به شما میده، یه بارم از این مشتق میگیرین، بنابراین به نوعی میشه گفت یه جور مشتق حاصل ضربه به طور شهودی اینجا داره رخ میده. و به هر حال بنابراین این رابطه هم رابطه به درد بخوری خواهد بود در ادامه کار. خب گزاره بعد در واقع نشون میده که بله، آها، حالا من تعجب میکنم. این اولا چیزیه که ما الان ازش استفاده کردیم دیگه، یعنی داره میگه که ضرب داخلی یو و اچ رو شما اگر مشتق ملیوان بگیریم، میتونین اول از یو مشتق بگیریم بعد ضرب کنید در اچ. همون نکته هست که گفتیم، چون ضرب داخلی در تابع دترمینیستیک یک عملیات خطیه، دی تی هم عملگر خطیه و خیلی سخت نیست اثبات، ولی اثبات دقیقش هم باز با استفاده از فرآیند سیمپل هست، نکته خاصی نداره. برای سیمپل ها ثابت میکنیم و بعد حل میگیریم. و این هم یه مثال دیگه، اینجا اچ رو گرفته تا مشخصه بازی صفر تا تی، بنابراین اگر شما از انتگرال یو اس دی اس دی تی بخواییم بگیرین، مثل اینه که از همه یو اس ها دی بگیرین و انتگرال بگیرین. این هم یه مثالشه، انتگرال بی اس دی اس دی تیش مشتق ملیوانش در واقع این میشه. بله، و این هم به این صورت. خب
خسته نباشین. بخش بعد رو ببینم اگر بخش کوتاهی، نه خب این بخش هم به نظرم بعد نیست، این رو هم بگیم چون فکر کنم آخرین بخش فصل هست. آره بهتر این رو هم بگیم که در واقع جلوتر رفته باشیم. خب بخش 3-5 فرآیندهای گاسی ایزونورمال. خب خب اینجا یادآوری میکنه تعریف VH رو که خانواده ای از متغیرهای گاسی سنتر یعنی امیدشون صفره که ایندکس شدن با یه فضا هیلبرت اچ. یعنی چی؟ یعنی این اچ کوچیک از فضا هیلبرت اچ بزرگ میاد که هست همه توابع از صفر و بی‌نهایت به آر که L2 هستن. خب اینجا میگه حالا حالت کلی تری رو در نظر بگیریم، یه فضای هیلبرت جدایی پذیر اچ در نظر بگیریم با ضرب داخلی این. منظور از یک فرایند گاسی ایزونورمال یه خانواده گاسیه که اعضاش با همون اچ ایندکس شدن که اچ اینجا دیگه عضوی از فضای هیلبرت اچ بزرگه، ولی دیگه ما فرض خاصی در مورد اچ بزرگ نداریم، مثلا فرض نکردیم یه فضای تابعی، فرض در واقع هیلبرت دلخواهه و این فرض هم داره که به نوعی یه ایزومتریه، یعنی اینکه WH ببین الان ما به هر عضو از فضای هیلبرت H داریم یک متغیر تصادفی گاسی نسبت میدیم WH که اینا توامن همه با هم گاسی هن. پس در واقع امید حاصل ضربشون که اینجا چون میانگین صفر هست این میشه هم کوواریانسشون، کوواریانس WH و WG داریم فرض میکنیم هست ضرب داخلی H و G تو فضای هیلبرت، مجموعه همه این WH ها رو اسم رو میذاریم H1 که بزرگ و خب H1 یک زیر فضایی از همه متغیرهای تصادفی هست طبیعتاً، یه زیر فضای گاسیه یعنی اینکه اعضاش همه گاسی هستن طبق تعریف. خب اینجا میگه که حسابان ملیوان رو میشه در چارچوب فرآیندهای گاسی ایزونورمال هم تعریف کرد، یعنی تعمیمش داد و همه مفاهیمی که تونید داشتیم در واقع میگه خیلی وابسته به این که فضای اچمون فضای توابع L2 تو R مثبت هستن در واقع نبود. خب اینجا یه مثال داره، خب یه فضای اندازه در نظر میگیریم، یک اندازه سیگما متناهی میو، رندوم وریبل های W اندیس شده با زیر مجموعه های فضای T رو تعریف میکنیم به شکل متغیر گاسی که تابع کوواریانسشون هم چیزی باشه، یعنی اینکه میو اشتراک W A اشتراک W B یعنی چی؟ من فکر میکنم این علامت اشتراک اینجا فکر میکنم اشتباه تایپی، اینجا اشتراک نباید باشه، این باید ضرب باشه چون اینا متغیره تصادفی هست، اصلا اشتراک معنا نمیده. این در واقع داره میگه که امید W A ضرب در W B باید بشه میو A اشتراک B. اگه یه چنین خانواده ای از متغیرهای نرمال اگه در نظر بگیریم اینو بهش میگیم یک وایت نویز روی اون فضای تی، یک نویز سفید روی فضای تی. این تعمیم مفهوم وایت نویز توی فضای آر ام که قبلا هم دیدیم، هیچ تفاوت خاصی نداره، فقط اندازه لبگ جایگزین شده با یک مژر دلخواه میو روی فضای دلخواه تی و میتونیم در واقع عملگر به جای تابع مشخصه ها هر تابعی رو در نظر بگیریم و یک انتگرال فی نسبت به اون وایت نویز رو تعریف بکنیم، کاملا شبیه وایت نویز روی آر ام، تفاوت خاصی نداره. مثال بعدی یک خانواده گاسی در نظر بگیریم ایکس تی با ساختار کوواریانس آر اس و تی، تابع آر اس و تی داده شده، تابع دو متغیر است
که میشه امید XTXS، میشه کوواریانس XT و XS. و زیر فضای گاوسی که توسط X در واقع تعریف شده، تولید شده، رو با یک فرایند گاوسی ایزونورمال H1 در واقع یکی میکنه اینجا، به این صورت که توابع پله‌ای رو در نظر بگیریم رو باز صفر و تی، ضرب داخلی دو تا از این توابع رو روی فضای H با استفاده از همون R, T و S تعریف میکنیم، بعد این رو به ترکیبات خطی اینها گسترش میدیم. ترکیبات خطی این توابع مشخصه صفر و تی، صفر و S، اینها میشن همه توابع پله‌ای. پس ما روی توابع پله‌ای در واقع اومدیم یه سری یه خانواده ای از متغیرهای گاوسی در واقع تعریف کردیم. نه در واقع عذر میخوام، اینجا به نوعی داریم عملیات برعکس انجام میدیم. ما از سری متغیر گاوسی شروع کردیم، داریم اینجا یه ضرب داخلی تعریف میکنیم روی توابع پله‌ای. اول رو توابع مشخصه بازه ها تعریفش میکنیم و بعد روی ترکیبات خطی اینا گسترشش میدیم و بعد بستار میگیریم. این میشه یه فضای هیلبرتی. حالا انگار ما به هر عضو این فضای هیلبرت یه دونه XT نسبت داده باشیم. در واقع کاری که کردیم به نوعی این مثال عکس مثال قبلی هست. در واقع مثال بعدی ما هم یه فرایند معروفیه، فرایند حرکت براونی کسری. شما اگر یک پارامتر H داشته باشین که بهش میگن پارامتر هرست تو بازه 0 و 1، یه خانواده BTH رو تعریف بکنین که فرایند گاوسیه با میانگین 0 و تابع کوواریانس به این شکل باشن. در نگاه اول شاید یکم تابع پیچیده‌ای به نظر برسه، ولی نکته مهم اینه که اولا یک تابع کوواریانس هست، یعنی اینکه مثبت معین هست. دوما اگر اچ رو 1/2 بذارید، این در واقع میشه همون تابع کوواریانس خود حرکت براونی عادی. یعنی بنابراین برای اچ مساوی 2 حرکت براونی کسری همون حرکت براونی عادی هست. منتها برای اچ های غیر از 1/2 دیگه فرآیند گاوسی دیگه میشه. و اینم اول توسط در واقع کولمگروف در 1940 معرفی شده. اینجا میگه در واقع یک تابع دو متغیره KH که اسمش رو میذاره کرنل وجود داره که به این شکل در واقع با R رابطه داره، یعنی انتگرال KH T و U KH S و U D U این مساوی RH T و S میشه. این KH چه کمکی ما میکنه؟ فایده این KH این هست که ما میتونیم با استفاده از این KH حرکت براونی کسری رو بر حسب حرکت براونی عادی نمایش بدیم. در واقع این KH اگر شما انتگرال بگیرید ازش نسبت به حرکت براونی عادی، یک فرایندی میشه که در واقع هم حرکت براونی کسری هست. پس یا W حرکت براونی عادیه، BHT حرکت براونی کسریه. و خب اینجا نمیدونم اینو میخواد ثابت کنه یا فرض میکنه. حالا بریم جلو. برای اچ مساوی دوم که گفتیم این حرکت براونی استاندارد هست، برای اچ نامساوی دوم دیگه حرکت براونی نیست، همچنان گاوسی هست ولی نمواش دیگه مستقل نیستن و بلکه کوریلیشن های ناصفر دارن. برای اچ های بیشتر از دوم کوریلیشن مثبته، برای اچ های کمتر از دوم کوریلیشن منفیه. این هم که فرم واریانسشه، یعنی شما با استفاده از کوواریانس میتونید به فرم واریانس برسید دیگه، چون وقتی این امید این تفاضل و توان دو رو باز بکنید یه ترم BH2 BT2 BS2 میده و یه دونه هم BSBT میده که اونو با تابع کوواریانس داریم. وقتی اینو جایگذاری کنیم به همچین چیزی در واقع میرسیم که خود این رابطه داره نشون میده که در واقع واریانس اینکریمنت ها فقط به
طول بازه زمانی وابسته است. بنابراین مثل حرکت برانی نموها استیشنری هستند ولی دیگه مستقل نیستند. و حالا طبق قضیه کانتینویتی کولموگروف یک چون تو این شرط ثبت میکنه برای هر گاما در واقع کمتر از اون پارامتر هرست H مسیرهای حرکت برانی کسری H هولدر هست، ببخشید گاما هولدر هستن. دارن میشه گفت با مسامحه میشه گفت H هولدر هستن، گرچه دقیقا H هولدر نیستن، H منهای اپسیلون هولدر هستن برای هر اپسیلون. و دیگه خاصیت سلف سیمیلار بودن هم شبیه حرکت برانی عادی داره. بله آها آها خیلی خوب، اینجا داره نحوه به دست آوردن اون کی رو فکر میکنم توضیح میده. میگه در حالت اچ های بیشتر از یک گام، دقت کنید اصولا هر چی اچ رو شما افزایش بدین به دلیل همین ویژگی که مسیرها گفتیم اچ هولدر هستن، مسیرها هموارتر و هموارتر میشن. وقتی شما در واقع اچ رو افزایش بدین یا تا به اچ هولدر هی هموارتر میشه. حالا اینجا اگه شما اچ رو بیشتر از دوم بگیریم پس طبیعتا یه چیزای هموارتر از خود حرکت برانی انتظار داریم داشته باشیم. به هر حال در این حالت اون کرنل کی اچ که به ما کمک میکنه بتونیم حرکت برانی کسری رو به حسب که حرکت برانی عادی بنویسیم همچین فرمی داره. یه انتگرال حالا نسبتا پیچیده ایه ولی نهایتا یه تابع دو متغیره بر حسب تی و اس هست دیگه، همونطور که میبینید اون ثابت سی اچ هم اینجا مقدارشو گفته. بله اینجا در واقع داره میگه که اون فضای هیلبرت اچی که ما بتونیم فرایند حرکت برانی کسری رو به عنوان یک فرایند گاوسی ایزونورمال روی اون فضای هیلبرت بسازیم چیه؟ میخواد اون فضای اچ رو به دست بیاره. اینجا داره حالا ارجاع داده به این کار و میگه که در واقع این فضای اچ لزوماً توابع نیستن، بلکه توابع تعمیم یافتن که حالا اینجا بهشون میگه دیستریبیوشن در واقع آنالیزی اینجا منظور هست، ولی در واقع شامل حالا اینجا اچ شامل شامل توابع L2 هست؟ نه بله 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 شامل توابع L2 هست، شامل توابع L2 هست که L2 در واقع شامل این نماد غیر مطلقه هست که اینجا به کار برده خودش داره میگه فضای باناخ توابع اندازه پذیری هستن که این نرم براشون متناهی هست، یه نرمیه این روی فضای توابع و اونایی که این نرم براشون متناهی هست فضای باناخی تشکیل میده اونو با قدر مطلقهش نشون میده. میگه اچ شامل اینها هست و خود اینها شامل توابع ال یک اچوم رو بازه صفر و تی هستن که اینجا فهم کنم اینجا همچنان فرض کرده اچ بیشتر از یک دوم هست به خاطر اینکه داره میگه که این ال یک اچوم شامل ال دو هست. در حالتی که اچ کمتر از یک دوم باشه داره میگه که کرنل به این شکل داده میشه، کرنل یکم ظاهرش متفاوته و چیزی که میشه ثابت کرد اینه که اچ زیر مجموعه از ال2 همشون یعنی تابع هستن و همشون ولی شامل تابع سی آلفا هست، یعنی این که تابع آلفا هولدر همه توی این اچ هستن و همشون هم همه از اچ هم ال2 هستن و عملگر که اچ استار که کاری که میکنه اینه که ضرب میکنه در تابع
دو متغیره که اس تی و اس. این یک عملگری از فضای اپسیلون. فضای اپسیلون چی بود؟ فضای اپسیلون بزرگ از اپسیلون بزرگ رو اینجا نداشتیم. سرچ بکنیم. این قابل سرچ نیست. توی ایندکس اولش بکنم. نوتیشن های اول اینو توضیح داده باشه. شاید هم در آخر کتاب گفته باشه. نگاه کنیم. نه اینجا هم نبود متاسفانه. سیمپل پروسسز شاید منظور سیمپل پروسس ها هست. شاید فکر کنم همین باشه. بریم حالا دوباره اونجا. چی میگفت؟ میگفت که کجا بود؟ اینجا سیمپل پروسس ها. آها در واقع سیمپل. آره دیگه درسته. در واقع برای اینکه این تابو تعریف بکنیم کافیه روی توابع پله ای تعریفش بکنیم. روی سیمپل پروسس ها میخوایم تعریفش بکنیم. روی توابع پله ای برای اینکه تعریف کنیم کافیه روی توابع مشخصه بازه تعریفش بکنیم. و اینجا تعریفش کرده دیگه، میگه رو تابع مشخصه بازه 0 و t وقت تعریف میخوای بکنی مثل اینه که ضرب در تابع دو متغیره که h t و s بکنی. بعد اینو به صورت خطی گسترش میدی به همه توابع سیمپل. حالا ادعا این هست که این عملگر یه عملگر ایزومتری میشه بین اپسیلون و l2 0 و t که قابل توسعه به کل فضای h هست. وقتی میگه ایزومتری یعنی نورمی که رو اپسیلون داریم نورمیه که از فضای اچ داره القا میشه دیگه، همون فضای هیلبرت. حالا خیلی اینا رو اثبات نکرده، ما هم نمیدونیم چقدر از اینا میخواد استفاده کنه. فعلا فقط بخونیم ببینیم چی میگه. در حالت اچ بیشتر از یه دوم در حالت اچ بیشتر از یه دوم عملگر که اچ استار رو در واقع به شکل انتگرال کسری میشه نمایش داد و دیگه در فانکشن بیلانگز تو ایمیج اف که اچ استار انداز این. بله خیلی خوب. حالا اینا خاصیت های دیگه عملگره. Family is the family of centered the covariance. بله اینجا داره حالا نشون میده که چطوری از روی fractional Brownian motion میشه حرکت Brownian عادی رو ساخت. میگه که شما اگر BH fractional Brownian motionتون باشه همون عملگر که H star رو که بگیریم
در واقع انگار که ایچ استار حرکت برانی رو تبدیل میکنه به برانی کسری و وارونش برانی کسری رو تبدیل میکنه به حرکت برانی عادی. میگه اگه شما ضرب داخلی WF و WSI رو در نظر بگیریم با توجه به نحوه تعریف عملگر KH star، این در واقع میشه همون ضرب داخلی L2 فی و سای و در نتیجه این همون ساختار ضرب داخلی حرکت برانی عادیه. پس WT حرکت برانی عادی میشه. از وینر اینتگرال، بنابراین همچین نمایشی برای در واقع بی اچ فی میتونیم به دست بیاریم که این خود چیزو به ما میده دیگه. وقتی حالا فی رو احتمالاً فی رو میذاره تا به مشخصه بازه 0 و تی و این همون نمایش انتگرالی حرکت براونی کسری بر حسب حرکت براونی عادی هست. خیلی خوب، حالا این بخش در واقع بخوایم به طور خلاصه بگیم، در واقع داره میگه که خانواده های گاوسی ایزونورمال به معنی ایزومتری هایی که بین یه فضای هیلبرت و متغیرهای تصادفی نورمال وجود داره، اینا چیزهای مفیدی هن. چند تا مثال ازش زد که از جمله شامل حرکت براونی کسری بود و به علاوه این که داره میگه حسابان ملیوان رو فقط لازم نیست روی فضای هیلبرت توابع ما بررسی کنیم، روی هر نوع فضای هیلبرتی هم در واقع میشه حسابان ملیوان رو گسترش داد. خب خسته نباشین.